وحشت دیکتاتوری آخوندی از شکست استراتژیکی مداخلاتش در عراق و برباد رفتن سرمایه گذاری هایش بر روی مالکی همراه با خشم و غیظ بیدنده و ترمز علیه مجاهدین. همه می دانند که فراکسیون های دیگر هماهنگی و کار مشترک با سازمان مجاهدین خلق ایران دارند. این سازمان بر ایجاد پوشش بین المللی متمرکز شده است. این سازمان با پشتکار و به صورت منظم به هماهنگی مواضع داخلی و بین المللی برای حمایت از این پارلمانترها و فراکسیونهایشان برای تشکیل ائتلاف سیاسی از دو جریان شیعه یعنی المواطن و صدریها تلاش می کند. ورود سازمان خلق با این فشار در خط مذاکرات حتی اگر به صورت غیر مستقیم باشد نشانه طرحی خطرناک است که بزرگترین ترکیب جمعیتی عراق از آن نجات نخواهد یافت. در شرایطی که خبرهای مختلفی در مورد نتیجه انتخابات عراق و تشکیل ائتلاف‌های سیاسی به منظور ممانعت از دور سوم نخست وزیری مالکی منتشر می‌شود، رژیم ولایت فقیه از زبان مزدورانش در عراق ترس و وحشت خود را از برباد رفتن طرح و برنامه استراتژیکش برای مداخله در عراق و تقلبات گسترده در انتخابات این کشور و سرمایه گذاری هایش بر روی مالکی همراه با خشم و غیظی دیوانوار و بیدنده و ترمز علیه مجاهدین و مقاومت ایران برملا کرده است. یکی از مزدوران محلی رژیم در مطلبی در صوت العراق با عنوان سازمان مجاهدین خلق وارد خط ائتلاف‌های دولت آینده می‌شود نوشت: اگر طی روزهای آینده اعلام شود که سازمان خلق اپوزیسیون رژیم ایران وارد خط تشکیل ائتلاف‌های سیاسی بین جریانات عراقی شده است، حرف جدید یا سری برملا نشده است. خطی که امروز بعد از پایان انتخابات پارلمانی شدت گرفته و فراکسیون ها برای اطلاع از میزان آرایی که احزاب و شخصیت های عراقی به دست خواهند آورد آماده می شوند. آنطور که به نظر می رسد، فعالیت ها امروز بر دیدارهای بین جریان صدر و فراکسیون المواطن بنا شده است که تلاش می کنند ائتلاف بزرگی تشکیل بدهند تا پیوستن متحدون به آن آسان باشد و این چیزی است که ظافرالعانی عضو فراکسیون متحدون اعلام کرد و همه می دانند که ظافرالعانی و کسان دیگری از فراکسیون او و فراکسیون‌های دیگر هماهنگی و کار مشترک با سازمان مجاهدین خلق ایران دارند. این سازمان با پشتکار و به صورت منظم به هماهنگی مواضع داخلی و بین‌المللی برای حمایت از این پارلمانترها و فراکسیون‌هایشان برای اینکه برای تشکیل ائتلاف سیاسی از این دو جریان شیعه یعنی المواطن و صدریها فشار بیاورند تلاش می کند. نقش این سازمان بر ایجاد پوشش بین المللی متمرکز شده است، به نحوی که آنها به بعضی از کشورهای غربی و همچنین سیاستمداران آمریکایی و سیاستمدارانی از اتحادیه اروپا فشار می آورند تا این دو فراکسیون را برای ایجاد ائتلاف بین خودشان و بین متحدون به همان شکلی که در استان دیالی و بغداد به وقوع پیوست قانع کنند و این را یک اقدام موفق که در تشکیل دولت آینده و کنار گذاشتن مالکی از نخست وزیری، حتی اگر مالکی بیشترین رأی را در انتخابات به دست آورده باشد، قابل اجرا وانمود کنند. ورود سازمان خلق با این فشار در خط مذاکرات حتی اگر به صورت غیر مستقیم باشد نشانه ای از یک طرح خطرناک است که بزرگترین ترکیب جمعیتی عراق از آن نجات نخواهد یافت.